با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خوش اومدید به کانال من امروز دوستان ادامه میدیم بحث قبلی که پرپوزیسیون ها بودن دسته چهارم رو معرفی کردم اما بهشون نپرداختیم اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین تا به الان سابسکرایب نکردین دوست داشتین سابسکرایب کنین زنگوله کنارش هم فعال کنید که ویدیوی اگه آپلود بشه اعلانش برای شما بیاد خب میپردازیم به ادامه بحثمون گروه چهارم یا دسته چهارم از حروف اضافه یا همون پرپوزیسیون ها که اسمشون بود وکسل پرپوزیشن. اینها پرپوزیسیون هایی هستن که گاهی اوقات به مفعول داتیوی همونطور که گفتم و گاهی اوقات به مفعول اکوزاتیوی احتیاج دارن این پرپوزیسیون ها تا جایی که دو ذهنم هست براتون اسم میبرم من برای اینکه راحت تر بتونیم تشخیص بدیم این ها رو یه دفتر برمیدارم یه, یه چیزی بر میدارن به این شکل و پروپوزیسیون ها یا هم حروف اضافه رو موقعیتشون رو به شما میگم پروپوزیسیون آف رو داریم که آف به معنی روی یه چیزی هستش یه چیزی بدون هیچ فاصله ای روی یه چیزی قرار بگیره این دفتر منه و این خودکاره و مستقیم بدون هیچ فاصله ای روی دفتر قرار میگیره هیچ فاصله ای بین اینا نیست این میشه آف یعنی روی یه چیزی بودن پروپوزیسیون بعدی پروپوزیسیون آن هستش آن خیلی نزدیکه یعنی خودکار من اینجا خیلی نزدیک به دفتر باشه میشه آن البته آن میتونه کل موقعیت های دور دفتر یا هر چیز دیگه ای باشه هر جا باشه میشه آن پروپوزیسیون بعدی پروپوزیسیون فور هست یعنی جلوی دفتر من یه چیزی جلو یعنی اگر دقت بکنید فاصله داره جلو و پروپوزیسیون بعدی پروپوزیسیون نبن هست نبن به این شکل قرار میگیره در کنار دفتر من یا هر چیز دیگه ای که میتونه باشه و با فاصله زیاد قرار میگیره پروپوزیسیون بعدی پروپوزیسیون اونتا هست یعنی زیر با فاصله اما پروپوزیسیون اونتا یعنی زیر این دفتر پروپوزیسیون بعدی او با هست یعنی بالایه هم با آف اینه که تو آف مستقیم خودکار من رو دفتره ولی تو ایبا فاصله داره حالا بهتون میگم مثالش چیه و کی میتونیم ازش استفاده کنیم پروپوزیسیون بعدی این هستش این داخل یه چیزی رو میگن باید حتما اون وسیلتون داخل باشه مثلا من میتونم خودکار رو داخل دفتر بذارم و ببندم حتما باید داخلش باشه مثل داخل کیف داخل جامدادی داخل کمد یه چهار دیواری باید باشه با سخفش که این وسیله من توش قرار بگه دقیقا به معنی درون داخل میشه میشه این پروپوزیسیون بعدی که میتونیم برای به عنوان وکسل پروپوزیسیون بگیم فکر میکنم همه رو گفتیم آف بود نبن اخسو هینتا هینتا هم باید بگیم هینتا میشه پشت پس شد فور هینتا آن آن همه اطراف و جهات ها رو میگن ولی خیلی نزدیک نبن اونتا اوبا هینتا خب اینا موقعیت ها بودن یا همون پوزیسیون هایی بودن که موقعیت رو به ما نشون میدن فکر میکنم همین ها باشن اگر باز چیزی از قلم افتاده باشه حتما برای من تو کامنت ها بنویسید و خیلی خوشحال میشم حالا موضوع ما نام بردن این پروپوزیسیون ها نیست مطمئنا پروپوزیسیون های شاید باشن موضوع ما تعریف این پروپوزیسیون ها و استفاده اینا هستش خب اینا پروپوزیسیون هایی هستن که همونطور که گفتم بعضی اوقات به مفعول داتیوی و بعضی اوقات مفعول اکوزاتیوی احتیاج دارن ولی چجوری تشخیصشون بدیم از کجا اینو بفهمیم ما یک نکته ای داریم که خیلی کمک میکنه به این قضیه و اون سوالی هست که ما میپرسیم اگه ما سوالمون رو با و بپرسیم در جواب باید داتیو رو بیاریم یعنی مفعولمون در حالت داتیو قرار میگیره ولی اگه سوالمون رو با ووهین بپرسیم مفعولمون در حالت اکوزاتیو قرار میگیره و به معنی کجا هست و اورت منطقه رو نشون میده ووهین به معنی به کجا هست و راه رو نشون میده مسیر رو نشون میده خب وقتی شما یک منطقه ارتی داشته باشید شما حرکتی توش ندارید شما تو اون منطقه هستید و ما میپرسیم و بیستو تو کجا هستی شما حرکتی ندارید شما تو یک نقطه هستید و اون نقطه ناله ما در نظر میگیم نقطه آ هستش شما تو مدرسه اید شما توی سینما هستید شما توی رستوران هستید یا تو خونه هستید یه نقطه از شما داخل اون هستید و حرکت هم نمی کنید منظور من از حرکت این نیست که هیچ حرکتی نداشته باشید یعنی تغییر مکان نمیدید اما اگه من از شما بپرسم ووهین به کجا می روی شما یه مسیر داری شما تو خونه داری میری بیرون شما توی خیابون هستی یا میری داخل سینما شما تو مدرسه هستی میخواهید برید رستوران شما همیشه یه مسیر رو دارین که این مسیر از دو نقطه تشکیل شده نقطه آ نقطه ب هر وقت شما تو جمله که دارید میگید احساس کردید که یه مسیر رو دارید و یه نقطه آ دارید و یه نقطه به و تغییر مکان انجام میدید اونجاست که شما باید اکوزاتیو رو بیارید و اونجاست که ما با وحین میپرسیم خب اینا رو با مثال توضیح میدم مثلا ما پرپوزیسیون آف رو در نظر میگیریم و این خودکار رو میذاریم روی میز فکر میکنیم حالا تصور میکنیم که این میزه حالا میتونم دفتر باشه که بهش میگیم هفت و ما خود و ما تصور میکنیم این یه میزه اینم خودکاره من میخوام خودکار بذارم روی میز خب وقتی که من خودکار میخوام بذارم روی میز خودکار اول تو دست منه اول مکانش یا اون منطقهش پوزیشنش یا پوزیشنش دست من اینجا بعد تغییر مکان میده میاد اینجا روی میز قرار میگیره وقتی که من دارم صحبت میکنم از من میخوام من دارم این خودکار رو میذارم روی میز یکی از من میاد میپرسه که <coughs> یه شخصی از من میپرسه وحین لکس تو لگن یعنی قرار دادن به حالت درازکش یا به حالت افقی وحین لکس دو دن کوگل شخایبا این میشه کوگل شخایبا خودکار وحین لکس دو دن کوگل شخایبا یعنی به کجا داری میذاریش خودکار رو میگم ایخ لیگ دن کوگل شخایبا اکوزاتیف آف دن تیش من دارم خودکار رو میذارم روی میز دو تا مفعول اکوزاتیوی داریم تو این جمله یعنی اینجوری نیست که حتما باید یکی اکوزاتیو باشه یکی داتی ممکنه دو تا مفعول اکوزاتیوی همزمان تو جمله داشته باشیم وقتی که من این رو گذاشتم و کارم تموم شد دیگه من از این قضیه خارجم دیگه من کاری انجام نمیدم و این خودکار من یه دونه موقعیت بیشتر نداره روی میز حالا این ما در نظر میگیم نقطه آ حالا دیگه باید با و بپرسیم و ایست د کوگل خودکار من کجاست؟ میگیم خودکار یا خودکار کجاست؟ خودکار روی میزه. اینجاست که باید با داتیف بگیم. چرا؟ چون دیگه حرکت نداریم. هیچ تغییر مکانی برای این خودکار نداریم. دقت کنید اون وسیله باید تغییر مکان بکنه نه من. هیچ تغییری نداره روی میزه و میگیم که د کوگل لیکت او دا. میتونیم بگیم ایست آف دم تیش خودکار من قرار گرفته یا هست روی میز که حالت داتیو میشه بخوایم این رو در حالت در با پروپوزیسیون های دیگه بگیم مثل پروپوزیسیون نبن فور آن فرقی نمیکنه او با اون تا. مثلا من یک لامپ دارم این میزه لامپ رو میخوام آویزون کنم از میز از روی میز یعنی روی میز آویزون کنم ما میگیم روی در واقع میشه گفت بالای میز آویزونش کنم و میگم که ایش هنگه من آویزون میکنم دی لامپه چراغ رو لامپ رو او با خب او با اینجا دن دنتیش من دارم چراغ رو بالای میز آویزونش میکنم چرا حالا اولی موقعیتش شاید رو زمینه ورش میدارم و روی بالای میز در واقع من اینو آویزون میکنم میشه دو تا موقعیت مختلف این لامپه یه مسیری رو طی میکنه اولش رو زمینه یا حالا یه جای گذاشتمش ورش میدارم و اینجا بالای میز آویزونش میکنم یعنی من یه مسیری رو این لامپ طی میکنه حرکت میکنه بعد یکی از ما میپرسه وهین هنگس دودی لامپه میگم ایش هنگ دی لامپ اوبا تیش من لامپ رو بالای میز آویزون میکنم بعد که من کارم تموم شد از موضوع بیرون میام و لامپ آویزونه کجا آویزونه دیگه اینجا نمیگیم به کجا آویزونه میگیم و هنگت دی لامپ لامپ کجا آویزونه میگیم دی لامپ هنگت اوبا دم تیش لامپه روی بالای میز آویزونه از این لامپایی که روی بالای میز آویزونش میکنن خب یا مثلا بخوایم پرپوزیسیون دیگه رو در نظر بگیریم مثل پرپوزیسیون نبه نمیگیم میگیم مثلا این میز من میخوام بیام کمودم و کنار میز قرار بدم خب بعد میخوایم وقتی که در مورد کمود یا یه چیزی که حالت ایستاده قرار میگیره صحبت کنیم از فعل اشتلن استفاده میکنیم چون ما داریم اون رو قرار میدیم با حالت ایستاده بعد از ما یکی میپرسه وهین شتلس دو دن تو می کومود رو کجا قرار میدی و من میگم ایش اشتله دن شخانک دنتیش در کنار میز قرارش میدم دو تا مفعول اکوزاتیوی داریم ایش شتل دنشخانک نیبن دنتیش حالا من از موضوع خارجم یکی میپرسه اوکی تو الان کار انجام دادی کمود گذاشتی کنار میز حالا یکی میاد میپرسه و ایست یا و شتت شرانک کموده کجاست کجا قرار گرفته یا کجاست میگیم که درشخانک در شرانک شتیت نیبن دم در کنار میز قرار گرفته شتهن به معنی قرار گرفتن به حالت ایستاده رو میگن لیگن به معنی قرار گرفتن به حالت درازکش رو میگن بعضی از اجسام و حتی میتونیم ما آدم رو بچه ها رو در واقع بنشونیم یه جایی یا به حالت درازکش قرار بدیم تو تختشون و بیشتر برای اشیاء استفاده میشه خیلی از اشیا رو ما میتونیم به حالت درازکش قرار بدیم خیلی رو به حالت ایستاده مثلا خودکار وسیله ای که ما اگر اینو بخوایم همینجوری رو میز یا روی دفتر یا کتابی بذاریم نمیتونیم اینا شتلنش کنیم شتلن یعنی به این حالت وقتی ولش میکنیم خودکار میفته به خاطر همین برای اجسامی که در حالت عادی بالات افقی قرار میگیرن مثل گوشی موبایل مثل خودکار مثل دفتر مثل کتاب از فعل لگن استفاده میکنیم به کجا شما قرار میدید به حالت درازکش خودکار رو هندی یا همون گوشی رو یا دفتر رو کتاب رو ولی اگه مثلا یه, یه استکان یا یک تاسه یا همون فنجان و فنجان کافی رو آوردین و میخواین روی میز بذارین اینجا میتونین بگین که از فعل شتلن استفاده کنیم و بگیم که ایش شتل دی تاسه دن تیش دن تیخ بعد می... و ایس دی تاسه دی تاسه شتیت آف دن یعنی قرار گرفته به حالت عمودی روی میز در آلمانی دیگه به حالت عمودی نمیگن این معنی که من میگم تو فعل نهفته هستش شتهن قرار گرفتن به حالت عمودیه شتلن قرار دادن به حالت عمودی لیگن قرار گرفتن به حالت افقی یا درازکش لیگن قرار دادن به حالت افقی یا دراسکش رو میگم دوستان عزیز امیدوارم توضیحاتی که دادم براتون مفید بوده باشه و متوجه شده باشید هر جا اگر احساس کردید که من نامفهوم توضیح میدم یا چیزی رو که متوجه نشدید خیلی خوشحال میشم تو کامنت ها برای من بنویسید همینجا میخوام یه خلاصه ای بگم از گروه چهارم یا وکسل پرپوزیسیون ها اینها پرپوزیسیون هستند هستن که گاهی اوقات به مفعول داتیوی و گاهی اوقات به مفعول اکوزاتیوی احتیاج دارن چجوری باید اینو بفهمیم خب خیلی مهمه که معنی جمله رو متوجه بشیم و ببینیم کاری که ما انجام میدیم آیا حرکتی هست و آیا تغییر مکانی توش صورت میگیره یا نه حرکتی نیست و هیچ تغییر مکانی صورت نمیگیره و بیشتر داریم مکان یک چیز یه وسیله رو میپرسیم که اون وسیله یا اون انسان کجا هست مکانش رو میپرسیم اما اگه تغییر مکانی رو بخوایم نشون بدیم یا یک مسیر رو می‌خوایم نشون بدیم که شامل دو تا نقطه آ و ب هستش اینجا هست که از مفعول های اکوزاتیوی استفاده می یعنی بعد این پرپوزیسیون ها مفعول رو به حالت اکوزاتیوی میاریم که علامتش هم دو تا سوال هست و اودا وو وهین یعنی دو تا کلمه پرسشیه و مثلا و بیستو ایش بین ایم کلا من تو انبار هستم ولی وقتی که میگم وهین گستو به کجا میری ایش ایندن کلا من دارم میرم به سمت کلا به سمت انبار چون داری حرکت میکنی و تغییر مکانی داری خب این خلاصه این ویدئوی امروز بود که در مورد وکسل پرپوزیسیون ها بود اگر مثال های دیگری یا بیشتری در این مورد خواستید حتما برای من تو کامنت ها بنویسید من ویدئوی ای برای اینا حتما درست میکنم امروز بیشتر قصد داشتم که گروه چهارم رو توضیح بدم و یک تصور یا یک میشه گفت فرشتلونگ کلی از این وکسل پروپوزیسیونا داشته باشیم که کیداتیوه، کی اکوزاتیوه و چجوری باید تشخیصش بدیم دوستان عزیز امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید اگر اینطور هست خیلی خوشحال میشم که با یه لایک کانال من رو حمایت بکنید و اگر کانال رو تا به الان سابسکرایب نکردید دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش فعال کنید که اگر ویدیوی آپلود شد اعلانش برای شما بیاد ممنون از توجهتون و همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدارتون باشه